مراد از اوستای گاهانی اوستای کهن است که گاتاها گاهان را در بر دارد. اوستای غیر گاهانی اوستای متأخر و مطالب در هم و بر هم است که افراد مختلف در زمانهای مختلف به متن قدیمی افزودند. افزوده های پر از خرافه که برخلاف گاتاها هیچ ربطی به آیین زرتشت ندارد. در بحث میراث مکتوب نیاکان به یادگار زریران نامه تنسر گاتاها ماتیکان یوشتفریان و درخت آسوریک اشاره شد. در این قسمت به اوستا می پردازم و ابتدا توجه شما را به نکات زیر جلب می کنم. 1. من به حکمت خسروانی و اندیشه ایران شهری، آرمانهای اجتماعی سیاسی فرزانگان ایران باستان تعلق خاطر دارم و نگرش آنان را در اوضاع و احوال روزگارشون به منظور طرح یک سامان اخلاقی سیاسی و در برگیرنده خیر همگانی نیک و شایسته تأمل می دانم. اما هدف از پرداختن به این گونه مطالب نگرش رمانتیک به ایران باستان نیست. 2. هجوم اعراب به ایران زمین واقعی است و سلاطین به اصطلاح مسلمان مظهر ویرانگری و واپسگرایی بودند، ولی بدیل‌های آنها هم از جمله پادشاهان سلسله ساسانی و به ویژه خسرو انوشیروان مظهر عدل و داد نبودند. 3. هویت ملی ایرانی در هویت باستانی خلاصه نمی شود و از قضا فرهنگ ورزانی که گذشته ایران را برجسته می کردند، امثال میرزا فتحعلی آخونزاده، رضا قلی خان هدایت، جلال الدین میرزا، احمد کسروی، صادق هدایت، ایرج میرزا و حتی ابراهیم پور داوود هم
معتقد نبودند هویت ملی ایرانی مو به مو همون هویت باستانی است. 4. برجسته کردن میراث مکتوب نیاکان با ترک ستیزی و جدل‌های دینی میانه‌ای ندارد. همچنین با عرب ستیزی که بیشتر ناشی از یک عکس العمل روانشناختی است و واکنش در برابر استبداد دینی. اوستا کهن‌ترین سرود و نوشتار ایرانیان. اوستا نام فراگیر مجموعه کهن‌ترین نوشتار، سرودها و نیایش نیاکان ما در روزگار باستان است. می توان احتمال داد که در قرن 4 میلادی به کتابت در آمده و در قرن 6 میلادی تدوین نهایی یافته است. اوستا 21 نسک 21 کتاب داشته و همکنون دارای 5 بخش است: یسن، یشتها، وندیداد، ویسپرد، خرد اوستا. پوزش می خواهم اگر نمی توانم نام های پهلوی را درست تلفظ کنم. توضیح کوتاهی در مورد این 5 بخش می دهم. یسنه که 17 سروده گاتایی و ستایش های گرامی ستوت یسن را هم دربر دارد، حاوی آداب مذهبی و نیایش هایی است در ستایش آفریدگار و آفریدگانش. شمار این نیایش ها 72 پاره است. یشت ها سروده هایی است که عموماً به ستایش خدایان قدیم ایرانی مانند مهر و ناهید اختصاص دارند. شمار یشت ها طبق نسخه های مختلف از 21 تا 30 می باشد. وندیداد یا در اصل وی دیوداد به احکام شرعی می پردازد و نوعی بهداشت‌نامه کهنه و منسوخ شده است. وندیداد 22 فرگرد یا بخش دارد و افسوده های خرافی اوستاست. ویسپرد در لغت یعنی سران و سروران، وابسته به نمازها و مراسم آیین گاهبار یا گهنبار در اسطوره های زرتشتی و آریایی است. به اصطلاح 6 روزی که خدا دنیا را آفرید. ویسپرد 24 پاره دارد. و خرد اوستا. خرد اوستا نمازهای روزانه و سرودهای آیینی و سرودهایی درباره درگذشتگان است. گذشته از این 5 کتاب و کتابچه، پاره هایی از نوشتهی به نام هیر بودستان و نیرنگستان و مشابه اون موجود است که درباره برگزاری مراسم مذهبی است. اوستا نه کتاب آسمانی است و نه اون را زرتشت نوشته است. قدیمی ترین بخش اوستا گاتاها، سرودهای گاهان، منسوب به زرتشت است. سابقه اون بر پایه گمانزنی های زبان شناختی به اوایل هزاره نخست پیش از میلاد میرسد. سایر بخش های اوستا در قرن های بعدی تکمیل شدند. اوستا اساس و بنیاد و پناه و یاوری و نیز متن اصلی و دانش و شناخت معنی شده است. البته این واژه یعنی اوستا نه در گویش هندو ایرانی و آریایی وجود دارد و نه در کتاب اوستا. گفته می شود با واژه ودا، نام کهن‌ترین کتاب دینی هندوان، خیشاوند است و با آبستاگ در فارسی میانه و آبستاواکا در پارسی باستان همریشه است. آبستاواکا یعنی ستایش خداوند. بعد از هجوم اعراب به ایران زمین،
از اوستا با نامهای دیگر از جمله بستاق، وستا و ابستا نیز یاد شده است. در مجمل التواریخ آمده زرتوش کتاب بستاق را که ایشان وستا خوانند بر گشتاسپ عرضه کرد. همچنین خاقانی در سرودش آورده است چو اینجا معنی قرآن ندانم روم اونجا که آبستا بخوانم. همونطور که گفتم تنها بخشی از کتاب اوستا یعنی گاتاها منسوب به زرتشت است. اوستای بعدی، اوستای متأخر، نه کتاب آسمانی است و نه اون را زرتشت نوشته است. به وسیله یک کسانی تدوین شده که هیچ کس اونها را نمیشناسد و نامشون هم مشخص نیست. یک جنگ و کشکولیست از مسائل مختلف، از داستان سرایی و ستاره شناسی و پزشکی گرفته تا کشورداری و کشورگشایی و گاه شماری. برای نمونه سروره‌های یشت از آن زرتشت نیست و گمان می رود که وابسته به دوره هخامنشی است. وندیداد در زمان پارت‌ها سروده شده و ویسپارت به زبان پارسی میانه است و به دوره ساسانی برمی گردد. نمونه دیگر وندیداد است. واقعش راه و روشی که وندیداد ارائه می دهد ارتجایی و توجیه ناپذیر است. در فرگرد 16 یعنی بخش 16 بند 12 با نسبت دروغ به زرتشت نوشته است. زرتشت گفت زن دشتان، زنی که در زمان عادت ماهانه قرار دارد، بعد از قطع شدن خون باید کارهایی را انجام دهد تا از آلودگی پاک شود، از جمله اینکه باید 3 گودال حفر کنند. در 2 گودال اول این زن باید خودش را با ادرار گاو بشوید و در گودال سوم خود را با آب بشوید. سپس باید 200 مورچه دانکش را از بین ببرد. البته این گونه مطالب ضد توحیدی و خرافی که ربطی هم به آیین زرتشت ندارد فقط خاص اوستای متأخر نیست، شبیه اون کم و بیش در رساله های سایر ادیان هم یافت می شود. اوستا و اسکندر مقدونی. برخی از بخش‌های اوستا پیش از نوشته شدن صده‌ها سینه به سینه نقل می‌شدند و این طور که از کتاب آردا ویرافنامه برمی‌آید، گاتاها و برخی از دیگر نوشته‌های موجود در اوستا تمام و کمال پیش از یورش اسکندر مقدونی به ایران موجود بودند، ولی اسکندر کتابخانه ها را آتش زده و از بین رفته است. واقعش این گونه ادعاها را نمیتوان تایید کرد. هستند پژوهشگرانی که تأکید میکنند به دستور اسکندر برخی از نسخه های اوستا به یونانی ترجمه شد. برای مثال یان ریپکا در کتاب تاریخ ادبیات ایران از دوره باستان تا قاجاریه صفحه 69 این مسئله را اشاره کرده است. اوستا که فقط یک یا دو نسخه نبود که اون را آتش بزنند و از بین ببرند. در ایران اون زمان با اون وسعت و پهناوری نسخه های بیشتری از اوستا به صورت تکه های پراکنده در نقاط گوناگون وجود داشت. بگذاریم که اوستا سینه به سینه نیز منتقل می شد. چند قرن پیش از ساسانیان اسکندر امپراتوری هخامنشی را نابود کرد، اما 21 نسک 21 کتاب اوستا باقی ماند. پس اسکندر نمی توانسته آسیبی به این نسک ها رسانده باشد. می ماند هجوم اعراب به ایران زمین. چه سند معتبری وجود دارد که نشان دهد کتابخانه ها در حدی وسیع به آتش کشیده شدند؟ بسیاری از متون کهن از جمله کلیله و دمنه باقی مانده است. ایران در اون عصر بیش از 5 میلیون کیلومتر مربع مساحت داشت و هزاران آتشکده و مرکز دینی زرتشتی در ایران بود
اعراب اگر هم میخواستن نمیتوانستن همه را به آتش بکشن. از تکه های پراکنده اوستا در گوش و کنار ایران پهناور اون زمان که بگذریم، اوستا همچنان به صورت شفاهی در میان موبدان و مردم عادی وجود داشت و هیچ آتشی نمیتوانست از پس اون براید. گرچه در حمله اعراب به ایران زمین اتفاقات بسیار ناگواری در برخی مناطق رخ داد، اما مهاجمین مجبور شدند به زرتشتیان به عنوان پیروان اهل کتاب احترام بگذارند. حتی گفته می شود برخی از موبدان و رهبران دینی زرتشتی در سده های نخستین یورش اعراب هرچند جزیه می دادند، حاکم و والی مناطق مختلف ایران بودند. برتولد اشپولر در کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی می گوید اینطور به نظر می رسد که تازه پس از تسلط عرب ها اوستا در دسترس عموم قرار گرفته و به نام کتاب مقدس به مسلمانان ارائه گشته است. مسلمانان نیز این ادعا را پذیرفتند و نوشته های مجوسان بدین عنوان مورد احترام واقع گشت. از ویرانی آتشکده ها به فرمان دولت و یا اقدامات دیگری بر ضد مقدسات زرتشتی و یا کتب دینیانان خیلی به ندرت شنیده می شود، بلکه برعکس اوستا را از کتب مسلم زرتشتیان به حساب آوردند و موجود بودن اون را دلیل بر عقاید زرتشتی گرفتند. با این وضع عقاید زرتشت نیز جزء ادیانی در آمد که با اونها می بایستی مدارا شود و بدین ترتیب وظیفه سرکوبی آنان دیگر موردی نیافت و حتی در سال 640 میلادی اعضای دونپایه حکومت که در سرزمین سغد به زرتشتیان ستم کرده بودند از طرف دولت مورد بازخواست و مجازات واقع شدند. برتولد اشپولر این موضوع را در کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی در جلد 1 صفحه 338 نوشته است. با وجود هجوم اعراب به ایران زمین، اوستای ساسانی تا قرن سوم و چهارم هجری همچنان در میان زرتشتیان باقی بود. پس داستان چیست؟ آیا جامعه زرتشتی خود بخش‌هایی از اوستا را پالایش کرده است؟ می‌دانیم که با ظهور سلسله ساسانی، آیین زرتشت دین رسمی امپراتوری ایران شد. در این دوره دین زرتشتی با مسیحیت و با آیین مانی در ستیز بود. یان ریبکا در کتاب تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه صفحه 35 نوشته است روحانیان زرتشتی در سده چهارم ناچار بودند به رقابت‌های زیادی با آیین‌های مانوی و مسیحی که در آن اوان احکام دین خود را به طور جامع و کاملا مدون در دست داشتن تن دردند. در همین درگیری ها بود که اسلام نیز قد علم کرد و رقیبی تازه برای دین زرتشتی به شمار آمد. همین امر موجب شد که زرتشتیان فرهیخته به پالایش اونچه آیین زرتشتی را زیر سوال می برد دست بزنند، نوعی اصلاح دینی. به گفته آرتور کریستنسن در کتاب ایران در زمان ساسانیان صفحه 209 شریعت زرتشتی توسط خود موبدان در قرن نخستین تسلط اعراب تا حدی اصلاح شده و تغییر پیدا کرده است و زرتشتیان خود مایل بودند که بعضی از افسانه ها و اساطیر عامی غیر قابل دفاع را که در فصول اوستا ثبت شده بود حذف کنند. بنابر روایتی که در بعضی از کتب پهلوی آمده، زرتشت به فرمان گشتاسپ کتاب اوستا را بر روی پوست گاو یا بر الواح زرین نوشت و اون را در گنج شاهی یا خزانه آتشکده سمرقند نهاد. روایت دیگری که احتمالاً بازتاب نظر روحانیون زرتشتی جنوب ایران است، در دینکرد
در درسنامه دین زرتشتی آمده و بر طبق اون داریوش سوم یا دارا آخرین پادشاه هخامنشی دستور داد که همه اوستارا در دو نسخه نگاه دارند. گفته می شود بلاش اشکانی، احتمالاً بلاش اول، به نواحی مختلف فرمانی فرستاد که اون چه از اوستا از گزند حوادث مسون مانده در نگهداریش بکوشند. بعدها اردشیر بابکان به راهنمایی تنسر از اوستا اون چه معتبر بود پذیرفت و بقیه را کنار گذاشت. شاپور پسر اردشیر، شاپور اول، همچنین شاپور دوم هم در این زمینه تلاش کردند. زمان انوشیروان 531 تا 579 میلادی، چندین قرن بعد از حمله اسکندر به ایران که گفته میشد با آتش زدن کتابخانه ها اوستا هم آسیب دید، مجمعی از موبدان زرتشتی 21 نسخه اوستا را تعیین کرد و به اتفاق نظر بر رأی خود مهر نهاد. ترجمه و انتشار اوستا. اواخر قرن 13 میلادی بار دیگر نسخه های قدیمی اوستا در ایران مکتوب شد. نسخه های بعدی از قرن 17 به بعد در هندوستان تدوین شدند. خاورشناس فرانسوی ابراهام آنکتیل دوپرون که چندین نوشته از اوستا را به زبان فرانسه ترجمه کرده، در سال 1755 به شرق هند سفر کرد و این متون را در جوامع پارسی یافت و منتشر نمود. دیگران نیز اون را ترجمه کردند، مانند شپیگل و فریش وولف ترجمه آلمانی، دو هارله و دار مستتر ترجمه فرانسوی. در سال 1820 راسموس راسک هم در دیدار از بمبئی، مومبای کنونی، چندین دست نوشته از اوستا را جمع آوری کرد. اون متون اکنون در کتابخانه دانشگاه کوپنهاگ دانمارک قرار دارند. اژن پورنوف هم روی اوستا کار کرد و در سال 1883 میلادی تفسیر یسنا را منتشر ساخت. دست نوشته های دیگر در خانه هند شرقی و موزه بریتانیا در لندن، کتابخانه بودلیان در آکسفورد و در کتابخانه دانشگاه های مختلف پاریس نگاهداری می شوند. من شماری از اونها را دیدم. وسترگورد، مستشرق دانمارکی، یک متن انتقادی از اوستا تحت عنوان زند اوستا منتشر ساخت. گولدنر آلمانی بر اساس متن انتقادی وسترگورد اوستا کتاب مقدس پارسیان را در اشتوتگارت منتشر ساخت. سال 1904 زبانشناس آلمانی بارتولمه به ترجمه گاتاها اقدام نمود و بعد از او دیگران هم روی اوستا کار کردند. از اوستا نسخه های خطی متعددی در دست است، اما هیچ یک از آنها به تنهایی متن کامل اوستا را در بر ندارد. بعضی از نسخه ها همراه با ترجمه های پهلوی است که زیر هر سطر متن اوستایی اضافه شده است. توضیح کوتاهی در مورد زند و پازند. رأی غالب مورخین این است که موبدان از روی خط پهلوی که خود از آرامی اقتباس شده بود و به علت اینکه یک حرف نشانی چندین آوا بود ابهام فراوانی داشت، خطی را ابداع کردند و اوستا را با اون نوشتند و برای جلوگیری از هر گونه ابهامی در ضبط اوستا بر اون شدند که برای هر آوای اوستایی حرف واحدی را در نظر بگیرند و بدین منظور با اعمال تغییراتی در حروف پهلوی که نشانگر چندین آوا بود، حروف جدیدی را ابداع کردند که هر یک نشانگر یک آوا بود. اوستا به زبان اوستایی خوانده میشد، اما فهم اون برای عموم مشکل بود و موبدان به فکر چاره افتادند.
برای فهم بهتر اوستا بر آن تفسیری نوشتند که زند خوانده می شود. زند برگرفته از واژه ازنتی به معنی شرح و بیان و تفسیر است. زیر هر سطر اوستایی شرحی به پهلوی اضافه کردند. می خواستند دریافت معنی اوستا برای خواننده آسان باشد. در دوران اشکانیان گزارش و ترجمه اوستا به لهجه پهلوی اشکانی و در زمان ساسانیان این ترجمه و تفسیر به لهجه پهلوی ساسانی بود. یادآوری کنم که استفاده از عبارت زند اوستا برای اشاره به اوستا یا به کارگیری واژه زند به عنوان نام یک زبان یا متن که اخیراً متداول شده اشتباه است. و اما پازند در اصطلاح یعنی ثبت تلفظ کلمات پهلوی با خط اوستایی. همانطور که گفتم ابهام زیاد در خط پهلوی به علت به کار بردن یک حرف برای چند صوت و نیز ننوشتن برخی مصوت‌های کوتاه باعث شد که پس از به وجود آمدن خط اوستایی متون پهلوی با اون خط آوانگاری شود تا همه بتوانند اونها را بدون اشتباه بخوانند. این شیوه پازند نام گرفت. پازند زبان مستقلی نبوده و صرفاً بیانگر این شیوه خاص نگارش متون پهلوی است. و چون خط منبع اصلی اون یعنی پهلوی تلفظ صحیح کلمه را نشان نمیداد، بعضاً تفاوت‌هایی بر حسب ویژگی‌های لهجه‌ای نیز در اون دیده می‌شود. پازند در واقع شرحی بر زند است. بخش هایی از اوستا پس از زرتشت تألیف شده است. شماری از عقاید قدیم ایرانی و هندو ایرانی که در نیایش ها و آیین های دینی خداهای قدیم منعکس بود همراه با اسطوره ها و افسانه های این خداها با عقاید زرتشتی آمیخته شد و اوستای متأخر حاصل این معجون درهم و برهم است. در واقع بخش های از اوستا در دوران پس از زرتشت تنظیم شده و دارای مطالبی است که به عقاید و آرای وی ربط ندارد. البته تاریخ تدوین اوستای متأخر دقیقا مشخص نیست. گفته می شود قدیمی ترین بخش های اون یعنی یشت های کهن به صورتی که اکنون در دست است در قرن نهم یا هشتم پیش از میلاد حدود یک قرن پس از گاتاها آماده شده و برخی بر اون هستند که مورد قبول زرتشت نبوده است. اوستای تازه، اوستای متأخر یعنی همون معجون درهم و برهم شامل قسمتی از یسنها، ویسپرد، خرد اوستا، یشتها، وندیداد، هادخت نسک، اوگمدیچا و متونی از این قبیل است که از شرح اون می گذرم. در پایان اضافه کنم که در کتب سریانی که اطلاعاتی راجع به روابط و مناسبات زرتشتیان و مسیحیان در عهد ساسانی به دست می دهند، حتی در روایاتی که موضوع اون مناظره بین پیروان این دو دین است و در طی اونها مسیحیان به کرات به کتب مقدس خیش استناد می کنند، اشارهی به کتب یا نوشته های مذهبی زرتشتیان نشده و فقط سخن از نیایش و احکام دینی در میان است. نکته آخر این که کهن‌ترین نگارش دستنویس اوستا در کوپنهاگ پایتخت دانمارک است که در سال 1325 میلادی نگاشته شده و گویا خاورشناس دانمارکی وسترگارد با خودش از ایران برده است. این نسخه که به صورت عکسی منتشر شده فقط ویسپرد را در بر دارد. بار دیگر پوزش می‌خواهم اگر نتوانستم نام‌های پهلوی و اوستایی را دقیق تلفظ کنم و از اینکه وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید سپاسگزاری میکنم.